با سلام خدمت همه کاربرای عزیز سایت زنگ کلاس. ابراهیم هستم با جلسه 35 آموزش و برنامه‌نویسی سی شارپ. تو این جلسه می‌خوایم یک کالکشن لیست جدید بهتون آموزش بدیم یا مورد بررسی قرار بدیم به اسم کیو، که یه جورایی داره عکس کالکشن لیست قبلی یعنی استک داره کار میکنه. قبلش باید شما لطف کنید اون دکمه قرمز سابسکرایب تو یوتیوب رو بزنید، اون زنگوله جلوش هم بزنید که از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. همچنین لایک کامنت فراموش نشه، این استایار ما هم فراموش نکنید. خب دوستان بریم ببینیم کیو چیه. ما تو جلسه قبل اومده بودیم استک رو براتون توضیح دادیم توی پین، گفته بودیم به این حالت کار میکنه که هر داده ای، بهتر اینجوری بکشیم کنترل زد و به این حالت بکشیم، گفتیم و تا آخر بره دیگه، میره تا آخر، خود بزرگتر بشی بهتر. گفتیم هر داده‌ای که از بالا وارد بشه میاد ته اینجاها قرار میگیره. زمانی که میخوایم داده‌ای رو برداریم تو استرک، باید آخرین داده یعنی last in first out، یعنی آخرین داده‌ای که میاد به عنوان اولین داده واکشی میشه. ولی توی صف به چه حالتیه؟ ما این یه صفی ایجاد میکنیم و شروع میکنیم ساختارش رو پیاده سازی. این مثلا میره تا N، اینجا میشه 0, 1, 2, 3, 4, 5 تا N. خب زمانی که ما داده‌ای که وارد میکنیم به اولین خونه صف وارد میشه، میشه مثلا 10، مثلا 15, 4, 20, 12، نمیدونم 32، به ترتیب میره تا این. زمانی که ما ساختارمون چی شد؟ اون سمت باز شد، ببندیم که دچار مشکل نشه. خب این زمانی که ما اولین داده ما وارد میشه میره وارد اول سمت و همینجور به ترتیب اضافه میشه داده هامون. ولی زمانی که میخواییم واکشی کنیم داده، میاد از اول صف شروع میکنه به خوندن داده. مثل اون دیگه نیست که یک محوط، یک فضایی باشه که بره داده بره تهش، مجبور بشیم از بالا برداریم. نه، به خاطر همین به حالت افقی اینا من کشیدم که بدونین که زمانی که داده اینجاه، فقط ببخشید مثلا داده تا اینجا پر شده، ولی یک اشارگری اینجا هست که میگه آه زمانی که میخوای واکشی کنی از اینجا باید بکشی. این داده واکشی شد، از بین رفت، اشارگر از اینجا میاد به اینجا اشاره میکنه که داده بعدی که میخوای واکشی کنی اینه. پس به این حالت میگن چی؟ بیایم تو خود سایت ببینید، میگن فیفو. یعنی چی؟ یعنی فرست این فرست خود، یعنی اولین دادهی که وارد شد اولین داده هم خارج میشه. تنها تفاوتش با استک همینه که میشه گفت استک آخرین داده‌ای که میاد اولین خارج میشد، ولی توی فیفو نه، اولین داده که میاد اولین داده هم خارج میشه یا واکشی میشه. تقریبا همه چیزش یکیه. اینجا مثالش رو زده، اینجا داره اضافه میشه به این صف و از این ور خارج میشه. بیایم شروع کنیم. خب برای تعریف دقیقا مثل همون چیمونه؟ مقال معروف استکمون یا کالکشن های دیگه مونه، میایم تعریف میکنیم، میگیم کیو پروژکت و شروع به تعریف. اول پروژه یادم رفت بسازم که یه خورده وقت ویدیو گرفته نشه. میایم کیو. خب از نوع اینت، همونطور که میبینید تعریف همه کلاس‌های جنریک شبیه همه و مشکلی رو تعریف هیچ کدوم نداره. و console.readkey میریم سر وقت. توی استک مود برای وارد کردن داده داشتیم مثلا اسم شیئی که ساختیم .push، برای وارد کردن داده باید از دستور پوش استفاده کنیم، ولی توی صف باید بگیم obj.nq و داده‌ای که می‌خوایم رو بهش میدیم، میگیم 10. ببینید همونطور که
اینجا آمدن گفتن متد هایی که داریم برای اد کردن آیتم از دستور NQ استفاده میکنیم. VQ پیک کانتنت، دقیقا فقط نگاه کنید تمام تفاوت استک و کیود رو چیه، همین دو تا متد اولشون اگه دقت کنیم بقیه چیزا یکیه و همون کاربرد داره. حالا بریم چی کار کنیم؟ یه NQ کنیم، یه چند تا داده میزنیم، باشه خب تکراری مشکل نداره، ولی خب ما خواهیم اعداد تفاوت داشته باشه. 6 و بیاییم for each بزنیم روی آبجکتمون و console.writeline کنیم چیمونو obj آیتممونو، ببخشید آیتممونو چاپ کنیم. خروجیشو ببینید، همون حالتی که تو صف وارد شده همون حالت داره به ما خروجی پاس میده. یعنی این نیست که توی پشت، اگه یادتون باشه زمانی که ما میامدیم داده های رو پوش میکردیم، زمانی که میخواستیم چاپ کنیم از آخر شروع به چاپ کردن میکرد، ولی توی صف این حالت نیست، از همون اول شروع به چاپ کردن میکنن. ببینیم بحث بعدیش چیه؟ گفته بودیم یه دونه NQ داریم برای درج، بعد بحث بعدیش DQ. مثلا من میام الان چی میگم؟ میام میگم obj.DQ. خب این شد DQ. دو تا میذاریم که ببینید چند تا واکشی میکنم. عملیات فقط ببینید. 10-15 نیست، ولی از 3 شروع به چاپ کردن، یعنی از صف اول صف اومده چاپ کرده. من برای که بهتر متوجه بشین اینا رو پاک میکنم و به جاش این کار رو میکنم، رایت یا بهتر بگیم console.writeline.obj.dq. این بهتره. ببینید من 3 تا داده رو واکشی میکنم. ببینید 3 تا داده 10-15، یعنی 10-15 رو واکشی کردم. و حالا میام چیکار میکنم؟ یه دو تا دیگه هم چاپ میکنم. اینجا رو میگم خالی بشه. و اینجا هم میگم چی؟ تبدیل به این خطه بشه. و اینجا هم طبق معمول یه for each میزنیم به obj‌مون، میگیم console.writeline.item. خب خروجی الانمون رو ببینین چیه؟ ببینید 10-15 دکیو شد و از صف ما واکشی شد و حذف شد. و دوباره اومدم گفتم آقا صفحه منو کلا بگی هر داده ای داره بگیر چاپ کن، ولی میبینید 10-15 دیگه تو این صف وجود نداره و از صف حذف شده و از مقدار 434 566 تو این صفمون وجوده. پس زمانی که دکیو میکنیم هم مثل همون پاپ که توی استک داشتیم میومد داده رو واکشی میکرد و از استکمون پاک میکرد، اینجا هم دکیو میاد واکشی میکنه و از صفمون پاک میکنه. برای اینکه صف پاک نشه دستور چی داشتیم توی استک؟ دستور پیک داشتیم. اینجا هم همینه. من میام چیکار میکنم؟ به جای اینا از دستور پیک استفاده میکنم و اینم پاک میکنم. هم دوتا کافیه. ببینید چه چیزی رو به اون نمایش میده؟ 10-10. یعنی چی؟ یعنی اومده اولین خونه ای که توی صف وجود داره رو چاپ میکنه، ولی حذف نمیکنه. دوباره که پیکو میزنید دوباره به همون اولین خونه رو چاپ میکنه. چرا؟ چون 10 که اونجا وجود داشت. من اینجا چی گفتم؟ زمانی که دکیو کنید این مقدار 10 واکشی میشه و پاک میشه، این اشارهگر میره به خونه بعدی. ولی زمانی که پیک میکنید این 10 واکشی میشه ولی حذف نمیشه که اشارهگر به خونه بعدی انتقال پیدا کنه، همینجا میمونه و
اشارهگر همینجا رو داره اشاره میکنه فعلا و ده جای خودش موجوده. به خاطر همینه که زمانی که میخواین داده رو فقط صرفا اولین داده رو ببینین چیه و پاک نکنین، از دستور پیک استفاده کنین، چه توی صف چه توی پشته میتونین ازش استفاده کنین. کانتین هم که گفته بودیم تو اون حالت اولمون گفته بودیم که کانتین چی کار میکنه، اینجا دوباره میگیم کنسول داد رایت لاین یک سیمی کالوم، یا میگیم اوبیجی داد کانتین چی زدیم کانتین، و میگه آیتمی که مد نظرتونه چیه، میگیم 56. 56 وجود داره، یه پرانتز کم گذاشتیم، میگه 56 وجود داره، میگه ترو آر درسته. من دو تا رایت لاین اینجا دارم اونا رو پاک کنم. پس 56 وجود داره ولی این عدد وجود نداره، پس مقدارش باید چی باشه؟ فالس باشه همجور که میبینید. پس کانتین هم همین کار میکنه. کلیر هم که من اون فوریش رو دوباره نیاز داریم که بیاییم obj و کنسول دات رایت کنیم چی رو؟ آیتم همونو سیمیکالون. من میام خیلی ساده میگم obj دات کلیر، تمام داده هایی که داریم رو پاک کن. خروجی ما ببینید یه صفحه خالیه، هیچی داخل صفحمون نیست که بخواد نمایش بده. تمام داده هایی که توی صفحمون بود با دستور کلیر پاک شد و هیچ آیت متد خاص دیگه ای نداره که بخوایم بگیم. اینجا هم نگاه کنید هلو رو به صورت صف گرفت، نوشت توی هر خونه، کاراکتر به کاراکتر نوشت و اینجا خروجی گرفت، چیز خاصی نداره. اگر رایت بزنید توی یه خط نشون میده، با رایت لاین زیر هم نمایش میده، چیزی نداره. این شد از ببینید دیگه، من تایپ جنریک همو گرفته بودم، اینت اینجا گرفتن استرینگ، میتونن کاراکتر رشته هر چیزی میتونید بگیریم و استفاده کنیم، یه چیز خاصی نداره. ببینیم خودمون ریموف ات اینا چیزایی که نیاز اصلا ببخشید اصلا نیازه، چون پاپ که میکنیم ریموف میکنه. ولی ببینیم چه متدهایی هست که بخوایم بگیم نیاز بگیم. تو اری تبدیل به آره میکنه نیاز نداریم و چیز خاصی نداره. تو اری کلن این صف یا پشت ما رو تبدیل به آرایه میکنه و مثل آرایه میتونیم از اون به بعد باش رفتار کنیم. به چه حالتی میتونیم بگیم وره پی مساوی آبجکتمون تو اری، کافی این کارو بکنیم. خروجیش نیا کنیم یک آرایه، ببخشید تو اری نیا کنیم یه آرایه. این تعظیم به بعد ما اینجا با پی میتونیم استفاده کنیم به عنوان یک آرایه، اینجا از پی استفاده کنیم و به عنوان یک آرایه استفاده میشه. مثلا اینجا بگیم پی بره ایندکس مثلا صفرش رو به ما چیکار کن تغییر بدیم. مثل یک آرایه میتونیم با پی ارتباط برقرار کنیم و داده هامون رو ویرایش کنیم. این از این. چیز خاصی دیگه نمونده، امیدوارم این جلسه هم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. شما لطف کنید اون دکمه قرمز سابسکرایب تو یوتیوب بزنید، سنگوله جلوش هم بزنید که ما از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشین، لایک کامنت حتما بذارین که ویدیوهای ما برای دوستانتون هم شیر بشه، فیسبوک هم چی فیسبوک چرا اینستاگرام ما فراموش نشه. و مرسی تا این لحظه ما رو دنبال کردین. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.